خوبی؟ ورزش هم میکنی؟ آره؟ ورزش خوبه ها؟ به دوستاتم بگو ورزش کنم خب؟ سلام میگم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند در یک صبح بسیار زیبا همراه این دوست عزیزم با شما بینندگان عزیز و ارجمند همراه هستیم، امیدوارم شاد و پیروز و سربلند باشین. خب امروز هم در خدمت شما هستیم با قسمت ورزشی و امیدواریم شما هم لذت کافی و وافی رو از این برنامه برده باشید. اما امروز میخوایم در مورد یه چیزی صحبت کنیم به عنوان اینکه بذاریم بگم بعدا خودتون متوجه میشی. تا حالا شده بزنین دنده چهار حرکت کنیم ماشینای دنده ای؟ خب نمیشه دیگه، شما باید از دنده یک شروع کنین، یعنی اینکه همه چی رو از اول به ندرت باید آغاز کنین و در غیر این صورت اصلا وجود نداره که این بخواین این کار رو انجام بدین. و حتما میدونید که دوستان عزیز برای هر کاری در زمینه سلامت و ورزش باید کم کم شروع کرد. اگر که بدن انسان رو بخوایم با ماشین مقایسه کنیم میشه این کار رو کرد، یعنی شما بگیم این فرمونی که شما دستتون گرفتین و دارین هدایت میکنین دقیقا نقش مغز رو بازی میکنه و شما باید به ندرت این کار رو انجام بدید، حتی برای کاهش وزن، برای ازدیاد وزن، برای افزایش قد و برای خدمتون عرض کنم خیلی از موارد دیگه، حتی برای رکوردهای ورزش قهرمانی شما باید این کار رو انجام بدین و حتما موفق خواهید شد. خدمتون عرض کردم در روزهای قبل برای ازدیاد وزن شما حتما باید کم کم این قاشق‌ها و لقمه‌های وعده‌های غذاییتون رو بیشتر کنید و امیدوارم که شما بتونید رعایت کنید. درست میگم؟ گودگاز نگیری. خدمتتون عرض کنم که برای کاهش وزن هم همینطور، شما یک دفعه نباید یه چیزی رو بذارید کنار، باید به مرور زمان وزنتون رو کم کنید تا بدنتون آسیب نرسه به بدنتون. و خب حتما میدونید که وقتی که شما یک دفعه کاهش وزن، یک دفعه غذا میذارید کنار و یک دفعه رژیم های سختی میگیرید، برای پوستتون، بدنتون آسیب میزنه. و خدمتتون عرض کنم برای نرمش و ورزش هم همینطور و به خصوص برای ورزش قهرمانی، اون احسان حدادی که الان 67 تا میندازه، که از کوچولویی که 67 تا نمیندازه، که حتما این 67 تا اول بوده 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا. این ندرت رو من میخوام با شما صحبت کنم که خیلی میتونه کمک کنه توی زندگی شما اگر رعایت کنید. عرض کردم مثل فرمون ماشین مونه، انسان اگر با ماشین بخوای قیاس کنی باید نگاه کن از این دوربین ما الان داریم آیتوت. اگر که بخوایم ما انسان رو با ماشین قیاس کنید، مثلا فرمون ماشین میشه مغز شما، یعنی هدایت کننده. و خب حتما من خدمتتون عرض کردم که شما باید از دنده یک ماشینای دنده ای رو عرض میکنم، از دنده یک شروع کنید. بزن دنده چهار ماشین راه نمیفته، به ندرت و به آهستگی. هیچ عجله ای برای مثلا میگم کاهش وزنتون نداشته باشین، هیچ عجله ای برای ازدیاد وزنتون نداشته باشید، هیچ عجله ای نداشته باشید صاف برید تو باشگاه فردا برید رو سکو. یعنی شما باید از مربیان، از قهرمانان، از پیشکسوتان عزیزمون تجربه کسب کنید و یاد بگیرید، به عنوان نماد، به عنوان یک الگو یاد بگیرید که اون عزیزان چه کار کردن، به چه جای سختی رسیدن. برای همه این کارا من خدمتتون عرض میکنم، فقط برای ورزش نمیگم ها. حالا ما در قسمت ورزشی هستیم و وظیفمون و رسالتمون اینه که در مورد ورزش و سلامت و شادابی و روحیه و نشاط و اینا صحبت کنیم. اما حتما میدونید که به هر حال تغذیه خوب هم میتونه تاثیرگذار باشه توی این قضیه، یعنی اینکه شما وقتی که یک بنزین خوبی رو میریزید توی ماشین خودتون، این ماشین سواری دیدی اگر که گازوئیل بریزید راه نمیره، پس مطمئن باشید که ماشین هم نیاز به یک تغذیه خوب داره، همونطور که بدن انسان نیاز به تغذیه خوب داره. شما اگر که بذار مثالش رو براتون خدمتتون عرض کنم که وقتی که مثلا شما گازوئیل می‌ریزید تو ماشین سواری، مثل اینی که شما مثلا شب رفتین پیتزا خوردین یا مثلا یک چربی ریختین تو بدنتون، یعنی نتیجه عکس میده. شما تغذیه‌تون باید مناسب باشه. اینکه شما یک چیزی بخورید، چیزی میل کنید و شکمتون سیر بشه، این کافی نیست و کفایت نمی‌کنه. شما باید بهترین چیز رو برای بدنتون انتخاب کنید تا انشالله بتونید که یک بدن سالم و پرنشاط رو داشته باشید. و به طب میدونید که قلب انسان مثل کاربرات عمل میکنه و
به هر حال حتما شما باید این خونتون در جریان باشه، خون سالمی داشته باشید، خون صافی داشته باشید. وقتی که یک ناخالصی توی خونتون هست، شما این قلبتون خوب پمپاژ نمیکنه. پس مطمئنا این مستلزم اینه که شما یه خون خوب داشته باشید، مستلزم اینه که شما یک تغذیه مناسب داشته باشید. و خب به طب میدونید، دیروز هم خدمتتون عرض کردم، روزهای گذشته هم خدمتتون عرض کردم، وقتی که آدم این مواد آلوده رو مثل سیگار استفاده میکنه، بدنش خونش غلیظ میشه و این قلب خوب نمیتونه پمپاژ کنه. وقتی که خونها لخته هست، قلب کار خودش رو خوب انجام نمیده. این هم از سیگار کشیدنه که متاسفانه ما هر جا میریم برای سلامت صحبت میکنیم، یک طرفش برمیگرده، یک پیکان خیلی سنگینش برمیگرده به سیگار، که امیدواریم اطرافیان شما اگه سیگاری هستن، صحبت‌های بنده مهریار ناظمی رو بشنون که سیگار چقدر مضر هست و سعی کنن رعایت کنن. و حتما میدونید که طبق آماری که محققان تحقیق کردن، اینکه اطرافیان آدم‌های سیگاری بیشتر ضرر میبرند از اون دود سیگار تا خود فرد سیگاری که سیگار میکشه. اما زیاد وقتتون نمیگیرم. یه عامل دیگه ای که من خدمتون باید عرض کنم اینه که شما اگر که یک راست برید سر نرمش و ورزش صبحگاهی، اگه یک راست برید سراغ نرمش و ورزش صبحگاهی و اولی که من بگم مثلا سلام مسعود جان بره بدوه یا حرکات سنگین انجام بده، اینم نمیشه. اول باید بدنش رو گرم کنه و بعدن بتونه انشالله که یک ورزش خوب پر انرژی رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند کنه. من و این دوستم توتی میریم این پشت ورزش میکنیم. مسعود مکتبی رو هم سلام میگم، امیدوارم امروز انرژی خوبی به شما بینندگان عزیز و ارجمند. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه بیننده های عزیز، همه اونایی که برنامه نسیم شرقی رو تو این چند ماه دنبال کردن، اطلاعات ورزشی خوبی رو از مهریار گرفتن، فعالیت های صبحگاهی رو با ما انجام دادن. امروز یه مهمان ویژه داشتیم که خب فکر میکنم صداشو شنیدین، این توتی که امروز تو برنامه است خیلی به برنامه حال و هوای جالبی داده و بچه‌ها انرژی خوبی گرفتن. ورزش هم تقریبا شبیه همین توتیه، یک مسئله انگیزشیه، به شما کمک میکنه، به شما کمک میکنه که روزتون رو با برنامه ریزی آغاز کنید، به شما کمک میکنه که برای ادامه روز کاری برای انجام دادن داشته باشید. برنامه قبل، برنامه دیروز بود خدمتتون عرض کردم، گفتم که حداقل برای محک زدن خودتون هم که شده چند تا حرکت کششی رو انجام بدین. این چند حرکت کششی دقیقاً میتونه اولین حرکات صبحگاهی باشه، میتونه اولین حرکتایی باشه که یه نفر در طول روز انجام میده به عنوان فعالیت‌های صبحگاهی. پس اینا رو خیلی محتاط، خیلی با دقت انجام بدید تا خدای نکرده آسیب نبینید. دست‌ها رو در مقابل بدن به صورت کشیده قرار بدید.